کوچه بینام اثر آقای حاتف علی مردانی. آقای حاتف علی مردانی کارگردان محترم این فیلم، در خدمتشون هستیم به همراه آقای منصور لشکری قوچانی، تهیه کننده محترم فیلم، و سرکار خانم ملیسا زاکری. درست عرض میکنم خانم؟ به عنوان بازیگر خوب این فیلم امشب مهمان هفت هستند. سلام، شب شما بخیر آقای قوچانی، خانم زاکری و آقای علی مردانی. میخوای سلام علیکی داشته باشید، مقدمه یک صحبتی هست و بعد با هم گفته بکنم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، خوشحالم که دو برنامه هفتتان در خدمتونم. خوشحالم در خدمتون آقا قوچن، خسته نباشید. بار دوم بازم قراره بیاین تو برنامه دیگه، همین دو فیلم رو دارید. خب سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. خب دیگه نمیتونم بگم شب بخیر، باید بگم صبح حالتون متعالی. متشکرم. و خانم زاکری، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مرسی از اینکه دعوتم کردین. خوشحالم در خدمتتون باشیم. دوست داشتیم بازیگران دیگه هم، خانم اصلانی، آقای اصلانی، خانم کوثری رو خواهی میکنم از همینجا، از فرهاد عزیز. و همیشه هم هر موقع که ما آقای فرهاد اصلانی میبینیم تقاضا میکنیم، میگن که یه روزی خواهم اومد. حالا ما منتظریم چه روزی میان به برنامه. سپاسگزار که در خدمت شما هستیم. سرکاهان پانتو بهرام خیلی هم دوست داشتم، فکر کنم شب سر فیلم برداری بودن، یه جایی بودن، توی برنامه بودن، تو نشست. بله، من ندیدم. شما خب خسته شدم. شما بفرمایید با فیلم کوچه بینام چه ارمغانی برای مردم دارید امسال و این دوره؟ عرض کنم خدمتتون که خب خدا رو شکر امروز اتفاق خوبی افتاد. در سالن میلاد اکران خوبی داشتیم و نظر منتقدین و اصحاب رسانه مثبت بود و واقعا من یه نفس راحتی کشیدم. تو این چند وقتم که با مردم فیلم رو دیدم، فیلم رو مردم دوست دارن. خب خدا رو شکر بین سه تا فیلم اول هستش و تمام چیزایی که دوست داره یه فیلمساز برام اتفاق افتاده و بسیار خوشحالم که در واقع کوچه بینام امسال در واقع جزء اون سه تا فیلم هست و مردم هم دوستش دارن. خب آقای قوچانی، شما بفرمایید چطور با آقای عاطف علی مردانی ارتباط برقرار کردین، کارو انجام دادین، با چه انگیزه‌ای؟ خب من با آقای علی مردانی سال گذشته تو جشنواره آشنا شدیم. به هر حال برای کاری با هم دیگه ارتباط داشتیم و ایشون یه خلاصه قصه گفتن و یه خلاصه قصه رفت تا اردیبهشت ماه که من داشتم آگهی تبلیغاتی خطیب جریم ساختم واسه استانها. ایشون تشریف بردن دفتر رو با هم دیگه نشستیم مفصل، فیلمنامه‌شون تعریف کردن، از فیلمنامه‌ای بود که خیلی دوست داشتن و بعد که به هر حال کار کردن دیگه، به هر حال با توجهی که اینقدر مردم استقبال کردن پس قطعا انتخابم درست بوده. انتخاب درستی. آره، همین لحظه که من شما داریم صحبت می‌کنیم، مردم تو سینمازاری دارن فیلم کوچه بینام رو نگاه می‌کنن. سانس فوق‌العاده خوبی، لذت بخشه. خب خیلی عالی. خب خانم زاکر، شما بفهمید چطور شد انتخاب شدید برای این فیلم؟ من قبلا با آقای علی مردانی خب همکاری داشتم توی فیلم مردم به وقت شهریور، ولی خب اونجا نقش خیلی کوتاهی رو ایفا می‌کردم. بعد از اون کار من کار آقای ثقفی هم که توی هنر تجربه است، مردی که هست شد. بله، بله، بله. و بعدش هم که دوباره آقای علی مردانی به من لطف داشتن و توی کوچه بینام یه نقش خیلی مهمی رو. آره، خیلی نقش خوب و خیلی نقش درونی و چقدر خوب بازی کردین. ممنون. که بودیدم خیلی لذت بردم. خسته نباشین. خب بریم سراغ فیلم کوچه بینام. یک مضمون اجتماعی رو انتخاب کردین. مضامین اجتماعی معمولا همیشه پرالتهاب دیگه آقای مردانی. درسته شما سابقه دارید، این بار این به این فکر کردین که ممکنه این سوژه یه سوژه جذاب پرالتهابی باشه؟ به نظرم کوچه بینام، سوژه کوچه بینام در کوچه پس کوچه های ایران نفس میکشه بین مردمی که داریم زندگی میکنیم و اتفاقایی که در کوچه بینام میفته اتفاقایی است که روزمره مردم کوچه و بازار دارن میبیننش. آدمهایی که در کوچه بینام زندگی میکنن همون آدمهایی هستند که مثل آقا مهدی، مثل احترام، اینا روز هر روز ما تو خونه هامون تو زندگی روزمره ما میبینیمشون. من سعی کردم بومی تر نگاه کنم به فیلم سازی. من در واقع به عنوان یک فیلم سازی که تو این سالها دارم در عرصه اجتماعی کار میکنم، سعی کردم یکی از مسائلی که رعایت کنم و روز به روز بهتر کنم این که بار دراماتیک شخصیت ها رو از واقعیت های قصه، از واقعیت های اجتماع بردارم و آدم های واقعی رو تبدیل کنم به پرسوناژ های قصه‌ام. هر قصه ای به نظر من می تواند قصه خوبی باشد به شرط اینکه شخصیت ها مقوایی نباشند. در فیلم های اجتماعی وقتی که
مثلا آقایی که میوه فروشه میاد میشینه فیلم رو نگاه میکنه، آقا مهدی رو ببینه، باور کنه که بله این همون منم، یا احترام که یک مادر در واقع مهربان و مذهبی و سنتی است، وقتی در واقع میشه گفت 70-80% مادرها بله. اینجوری هستن، و وقتی میاد میبینه خودش رو ببینه، یا همین دخترهایی که در من سعی کردم، به نظر من در این فیلم اتفاق افتاده و من تمام شخصیت‌های داستان رو از آدم‌های واقعی انتخاب کردم، باشون صحبت کردم، گرا رو بریم ها دقیقاً، و دیتیل‌های رفتاری اینها رو سعی کردم منتقلانم، بازیگرانم وقت گذاشتن با این آدم‌ها حرف زدن، شخصیت اونها و رفتارهای اونها رو در واقع سعی کردن کپی کنن، و به نظرم با تمام نقاط قوت و ضعفی که کوچه بینام داره و من به عنوان یک فیلمساز هر ضعفی هست به خاطر بی‌تجربگی من و کست خوبی که من داشتم، تهیه کننده که خوبی که داشتیم، عوامل خوبی که به من کمک کردن تو این فیلم، شاید باعث شد که این فیلم یه فیلمی بشه که مردم دوستش داشته باشن. استاد محمود کراری عزیز که شاید بله. می‌خواست بیاد دیر شد دیگه، آره خوابش میمد اسخای که گفت دو روز پیشم اومده بودم، ولی به هر حال کمک بزرگ آقای کراری شدت کمک کرد، فرهاد استانی که همیشه دوست و همراه من و مشاور خوب من همیشه کمک کرد، آقای لشکری که واقعا من سختی تولید رو چون خودم کار تولید کردم میشناسم، و از وقتی که واقعا این فیلم یکی از اتفاقات خوبی که براش افتاد تهیه کنندگی آقای لشکریه که من میخوام ازش تشکر کنم که واقعا تو این روزها یه تنه بار تمام مشکلات رو به دوشش کشیده، و سعی کردم ترکیبی از بازیگران جوان مثل مریسا زاکری که خب تو فیلم قبلی من دو تا سکانس بازی میکرد، و بازیگران پرتجربه مثل فرهاد استانی، پانتا و آرام خانم، صدررفایی، باران کوسر عزیز، ستاره پسیانی، و تنها چیزی که میتونم بگم ما زندگی کردیم این فیلم رو، با تمام وجودمون زندگی کردیم، دوستش داشتیم، و فکر کنم چیزی که از دل برات به دل میشیده و واقعا این تجربه خوبی بود. این کوچه خیلی عالی، خیلی خوب آقای خوبچانی شما صحبت دارید، واقعا همینجوره، واقعا همکاری. آره برحال ما شبی اومدیم اینجا که داریم صحبت در مورد فیلم میکنیم که قبلش برحال نمایش مردمی زیاد رفتیم، فیلم پرزنت کردیم، با مردم فیلم نشستیم دیدیم، و امروز هم خب برحال یکم استراب داشتیم، نگران داشتیم ببینیم تو جمع منتقدین و اصحاب رسانه چی میشه، که واقعا استقبال خوب بود، سالن کاملا پر بود و این لذت بخش بود واسمون. این از بس به هر حال استقبال من، ولی به طرف قصه واقعا جای این گونه فیلم در سینما ایران خالی بود که ما به خانواده های اصیل ایرانی که در درون اونها اختلاف و تضادی وقتی به وجود میاد، وقتی یک حادثه‌ای به وجود میاد و چگونه با این ناهمواری با اون حادثه غم انگیز با روبرو بشن پرداخته نشده بود. این خانواده به جایی که به هر حال از هم بپاشه، به هر حال این اختلاف ها هست و تقریبا تو فیلم دیگری نشون نمیدادن. در این فیلم مثلا خانم باران کوسری نقش یک دختری داره با یک سری تفکرات خاص، اندیشه خاص، مثلا خب خواهرش با یک سری اندیشه خاص دیگر، و یک خواهر دیگرش هم با یک اندیشه خاص دیگر. این سه تا و پدر و مادر چگونه وقتی یک اتفاقی میفته باش روبرو میشن، مردم به سرعت همزاد پنداری میکنن چون خانواده خودشونو دارن میبینن، خواهر خودشو داره میبینه، برادر خودشو داره میبینه، زندگیشو میبینه، گرچه واقعا تمام این شخصیت این فیلم که کاراکتر این فیلم مابیزای بیرونی هم داشتن، یعنی تمام بازیگرا رفتن نشستن و توی زمینه به هر حال زحمات زیادی بازیگرا کشیدن، و خود حاسف هم که دیگه به هر حال استاد کارگردانی بود، فیلم واقعا خوب شده. پس لازمه خانم زاکری توضیح بدن دیگه، چون هر دو مدعی ان که بازیگرا نشستن با هم فیلم نگار خوندن با شخصیت های بیرونی اون ارتباط برقرار کردن، درسته؟ بله درسته. من جا دارم اینجا هم تشکر کنم از واقعا بازیگرانی که توی این فیلم به من کمک کردن و منو حمایت کردن، چون که خب یه بار خیلی سنگین روی دوش من بود توی این شخصیت، و خب در کنار این عزیزان و بزرگان کار کردن یکم برای من خیلی سخت بود و خیلی استرس داشتم، ولی خب بله درسته، ما تک تک شخصیت ها رو میدیدیم، خب توی جامعه همون هم هست اون سمت ها، همونجوری سمت های جنوب شهر یا همون منطقه، یعنی یک خانواده حتما خاصی، چون تمام خانواده فکر میکنم الان دیگه تا حدودی عقایدشون با هم دیگه فرق داشته باشه، چون من خودم از این نسلی هستم که در صورت یه همچین چیزی رو خیلی زیاد میبینم توی این خانواده، ولی خب بله خیلی کلن خب فیلمنامه هایی که آقای علی مردانی من تا حالا دیدم خب خیلی شهودی نوشته شده و واسه بازی کردن خیلی راحت است.
و اینکه کنار باران کوسری و بله خب خیلی سخت فراد ولی اصلا بله عزیز. خیلی سخت ولی خب واقعا و پانتا بهرام چرا بله. بازی خیلی خوبه بله دقیقاً خانم بهرام خب فکر میکنم در کنار همین عزیزان چون واقعا من وارد خانواده ای شدم که خیلی محیط دوستانه بود و واقعا کمک میکردن به من، یعنی همونقدر که نقش خودشون برای خودشون مهم بود برای بقیه هم همتونی نقش من و بازی من اون لحظه برای تک تک عوامل مهم بود، یعنی واقعا همشون به من کمک کردن و منو حمایت کردن و من ازشون تشکر میکنم و هم از آقای علی مردانی هم از آقای لشکری قوچانی که به من اعتماد کردن و خب از این قسمت های از فیلم آقای علی مردانی آماده هست، اون رو بینندگان ببینن و بعد دوباره گفتگو رو ادامه بدیم. نصیبه ارواح خاک هیدر، من اون نمک این خونه رو خوندم، بخوای از این کارو بکنی جلو برازمون جمع میکنم از اینجا زنیم زنیم بچه هم بیا ببین کیا اومدن بچه دیر اومد بچه دیر اومد این شما پوشت نمای میانه قرآن این نفع به بابت میگم سلام چطوری؟ سلام مانجور ببخشید چشون به در خوش شد قربونت برم ببخشید تو رو خدا بده برم قانونا مهاجرتشون کلن عوض شده ولی من یه بابایی پیدا کردم 15 نفری میگیره تایلند استرالیا ای آخه چه ربطی داره مادر من بعدشم شما که نمیتونی واسه من تصمیم بگیری کی باز بر تو تصمیم میگیره من تصمیم میگیرم دیگه من برگردم با اون مهدی حرف میزنم تو بیخود میکنی حمید شما برگردی ما جمع میکنی میریم از اینجا برای سینمای ایران هفت برای سینمای ایران برای اهالی سینما برج میلاد محل برگزاری 33مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفتگو با آقای حاتف علی مردانی و همراهانشون به بهانه نمایش فیلم کوچه بینا در جشنواره فیلم فجر. خب آقای علی مردانی نکته‌ای که در مورد فیلم شما که امروز من دیدم خیلی میشه بهش توجه کرد نگاه سطحی و یا نگاه عمیق به جامعه است. ما گاهی اوقات متأسفانه معضلات اجتماعی رو که در جامعه میخوان مطرح بکنن اونقدر نگاه سطحی وجود داره که به اصطلاح عامیانه میگن که فیلم آبکی در اومده و باور پذیر نیست. وقتی فیلم شما رو میبینیم میبینیم اولا که مشخص شخصیت ها قصه و روایتش خیلی عمیق داره بهش توجه میشه و همین دوباره راحت تر هم باور پذیر میشه، حالا جدا از اینکه بازیگرا تونستن شخصیت ها رو خوب در بیارن اما مشخصه که کارگردان با یک نگاه عمیقی به مسائل روز اجتماعی نگاه کرده و نکته مهمش که این عمیق بودن رو به اون باورپذیر عجین کرده و تونسته تماشاگر جذب. من امروز هم تو سالن دیدم خیلی جالب بود، همه نشستن فیلم تا انتها نگاه کردن و با تشویق از سالن خارج شدن. چه جوری میشه اگه یک فیلمساز بخواد تو مسائل اجتماعی روز حرف بزنه و وارد مسائل اجتماعی روز بشه ایده بگیره بتونه نگاه عمیقی داشته باشه که بتونه هم باورپذیر باشه هم با حاشیه ها روبرو نشه؟ این حاشیه ها همیشه برای فیلم های اجتماعی دردسر سازه. من میخوام یه مثالی بزنم. من دو تا فیلم اولم رو تو زمینه کودک ساختم. وقتی در مورد کودکان داشتم فیلم میساختم به یه جایی رسیدم که دیدم سطح سلیقه کودکان ما از فیلمسازانمون رفته بالاتر، یعنی بچه‌ای که مثلا میاد نارنیا میبینه، هری پاتر میبینه، اینا رو میبینه، یه عروسک تنپوش براش بامزه نیست.
و دیدم واقعا تو سینمای کودک حرفی برای گفتن نمیتونی داشته باشی مگر به علم روز دنیا مسلح باشی. و واقعا با اینکه علاقه من بودم ادامه بدم تو این زمینه ادامه ندادم. در سینمای و اومدم در سینمای اجتماعی سبا این فیلمم رو دارم میسازم. در سینمای اجتماعی هم واقعا اومدم نگاه کردم دیدم اگر بخوای فیلم اجتماعی خوب بسازی باید واقعیت‌های جامعه رو درست درک کنی و الان فیلم یه فیلم سطحی و فیلم معمولی خواهد شد. یعنی فرق اصلا فیلم خوب و بد همینه که اتفاقات و اون مسائل رو بتونی آنالیز کنی و بتونی اون رو در واقع به تصویر بکشی. فیلمساز به نظر من نباید قضاوت کنه، باید در یه جایگاهی قرار بگیره اون واقعیت رو ثبت کنه. ببینید در مورد این مسئله ما معمولاً چون فیلمسازمون جزو کلیتی هستن که در از یک زاویه نگاه میکنن که یه ذره فاصله داره با در واقع درون جامعه معمولا نگاه میکنی یک ذره بعضی وقتا کشتلگی ها یا یه موقع تندروی های هست یا با یک قشری خوب نیستم با یک قشری بهترم. من سعی کردم واقعا با یک نگاه بی‌طرف وسط میدون قرار بگیرم و به تمام شخصیت های داستانم انگار در واقع در یک جامعه واقعی زندگی میکنن بنویسم. وقتی فیلمنامه کوچه بینام رو می نوشتم با خودم این چیز رو داشتم که به هیچ وجه قضاوت نکنم. اگر من به شکل دیگه فکر می کنم جای اون کسی که نیستم قضاوت نکنم. این نتیجهش این شد که وقتی فیلم تموم میشه هیچ بدمنی تو قصه نیست، هیچ کس بد نیست و تمام، چون به نظر من اصلا آدم بد وجود نداره، آدم ها میتونن خاکستری باشن ولی بد نیستن هیچ وقت. بنابراین در کوچه بینام هم همین اتفاق افتاد، یعنی بدون اینکه قضاوت کنیم آدم واقعیت های آدم ها رو ثبت کردیم و سعی کردیم این رو به صورت دقیقی به بازیگرها منتقل کنیم. حالا اینجا یه ذره با هم اختلاف داریم چون به هر حال نمیتونیم بگیم فیلم بدون هیچ قضاوتی است. هر نمایی، هر صحنه، هر طراحی، هر فضایی که ایجاد میشه بر اساس یه قضاوتی انجام شده دیگه. خب آره. انتخاب بازیگرا، لباس، نه قضاوت منظورم دیالوگ‌ها اینها قضاوت در نظر درونش نسبت به عقاید اختلاف نظری که وجود داره. به هر حال عقاید مختلفی دارن آدما تو فیلم دیگه. آره، نسبت به اینا دوربین بی‌طرفه. اون بر اساس نگاه کارگردان چیده شده دیگه. اون نگاه کارگردان آره، ولی باید طرف باشه. قضاوت میرسه. انتهاش قصه به یه قضاوت میرسه ولی من نباید قضاوت کنم. عادل باشه. آها، یعنی که من نباید قضاوت کنم. من از یه نگاه که در واقع من هاتف علی مردانی یه نگاهی دارم، در یک خانواده بزرگ شدم که یک در واقع یک فکری دارم، یه ذهنیتی دارم. ممکنه خیلی از آدم‌ها رو نپسندم ولی این پسندیدن من نباید باعث قضاوت من روی اون شخصیت‌های قصه بشه. من این رو میگم. نکته خیلی خوبی اشاره کردید. یعنی کارگردان دخالت نمی‌کنه توی دقیقاً روایت واقع‌گرایانه، سعی می‌کنه اون چیزی که هست به نمایش بگذاره و تماشاگر قضاوت. دقیقاً. و اون موقع هست که به نظر من شخصیت‌ها رنگ و بوی واقعی می‌گیرن. و مثلا ببینید در به نظر من اصلا فرق فیلم خوبت قصه که قصه است، اینه که اون شخصیت های مقوایی واقعی بشن. یعنی اون بار دراماتیک شخصیت هاست که باعث میشه یک فیلم فیلم خوب باشه، یک فیلم بد باشه. به هر حال من تو این سه فیلمی که ساختم به خاطر پونه مردن به وقت شهریور و این فیلم سعی کردم فیلم به فیلم در واقع تمام بی تجربگی های خودم رو کمتر کنم. شاید ویژگی تمام فیلم‌های من اینه که وقتی یک فیلمی می‌سازم با تمام اعتقادم اون فیلم رو می‌سازم، با تمام توانم اون فیلم رو می‌سازم و وقتی اون فیلم تموم میشه بهترین فیلممه. 5-6 ماه که می‌گذره یه ذره به نظر میده ساده لوحانه میرسه و بعد اونجاست که ایده فیلم بعدیم زاییده میشه مثلا. ولی واقعا تنها چیزی که میتونم بگم وقتی فیلم رو می‌بینی، وقتی حالت خوب باشه حال مردم هم خوب میشه. وقتی هی خودت وسواس بگیری، چون ببینید نمیشه گفت همیشه فیلمساز نمیتونه فیلم خوب بسازه. یعنی باید هم من امروز اینو یاد گرفتم اگر فیلم بعدی من فیلم خوبی نشود مسئولیتش رو بپذیرم. یعنی بگم خواستم و نشود، چون همیشه نمیشه. مثل فوتباله، یعنی مربی خوبی هم ممکنه واسه یهو ببازه تیم. ولی اینه که من تنها چیزی که میتونم بگم یک تیم صمیمی، یک تیمی که الان فیلم به فیلم با هم سالهاست داریم سفر میکنیم و تیم ثابتی هستیم و بعد در این فیلم خب افتخار داشتیم آقای کلاری و آقای لشکری هم بهمون اضافه شدن، یعنی تیم حرفه‌ای‌تر شد و نتیجه بهتری گرفتیم و امیدوارم که در واقع
در فیلم بعدی بهتر از این بشه. خب خدا رو شکر. البته حالا بگذاریم زمین خودم بحث دو طرفه بشه طولانی. خسته نباشید آقای قشنگ. خانم سپاسگزار دست شما در این نکته خاصی صحبتی دارین در خدمتتون. واقعا می‌خواستم غیر فیلمی کم صحبت کنم. می‌دونید که به هر حال جشنواره 33 نسبت به جشنواره 32 یک سری امتیازی داشت، یک سری اتفاقات خوبی افتاد. این ثبات مدیریت در جشنواره 33 باعث شد که به هر حال ما قبل از اکران برنامه یک فیلم یک سلام بود که برای فیلم رو تونستیم پرزنت کنیم. بله. تو سینما فرصت دادن ما به حال فیلم رو پرزنت کنیم، باز این اتفاق خوبی بود. در خود ارشاد اتفاق خوبی افتاد. به حال فارابی با یک جایگاهی داشت قبلا داشت که تعریف کردن، جایگاهش رو کم عوض کردن. من قشنگ یادم نه برای خط ویژه به من وام دادن، نه برای اصلی اخمندام به من وام دادن و نه برای کوچه بینام من یک ریال وام دادن. خب به خلاف وام دادن و الحمدلله یه اتفاق افتاد که به حال سیاستهای فارابی رو عوض کردم. من با اکثر سینماگرام که صحبت کردم اکثرا از این اتفاق خوشحال بودن. یه چیزی جشنواره پارسال گذشته داشت که بد بود، امسال هم تکرار شد. چی بود؟ این که مثلا من منصور لشکری مثلا توقع داشته باشم تمام اون کسایی که اومدن فیلم کوچه بینام رو نگاه کردن وقتی به صندوق آرا میرسن همه از فیلم کاملا خوششون بیاد. حق دارن واقعا مردم که بعضی از فیلم من بدشون بیاد. بله، امروز یه منتقدی اصلا فیلم اصلی اخفندان رو بله. امروز فیلم اصلی اخفندان رو کاملا آقای پراستی یه نقد تندی بر علیش نوشته بود. خب حق داره، دوست داره، فیلم رو دوست نداره و اجازه داره که خیلی هم بد بگه. بله درست. ولی من دیشب تا ساعت 3:30 نصف شب تو سینما آزادی بودم، دو تا سانس فوق‌العاده و با مردم دیدم که زمین نشستن دارن لذت میبرن. یا مثلا کوچه بینام، من دیشب هم کوچه بینام هم از یخبندان و هم فیلم رخ دیوانه هر ستا تو سالن با مردم نشستم نگاه کردم و دیدم مختلفه. اینکه یه کارگردان احساس کنه که اگر یک نفر گفت فیلم من نپسندید پس اون آدم توته است، یک رفتار مشکوکه، بابا گذشت و دوران اون دوران گذشت. واقعا بود مردم حق بدیم، با آرای مردم احترام بذاریم. من بخصوص پیشکسوت هایی که من با حضور فیلم های اونا، با دیدن فیلم های اونا از سینما لذت بردم، وارد عرصه سینما شدم، از اونا توقع ندارم که چی میگن. اگه مردم مثلا یکی گفتن مثلا یک رأی گفته خب یک رأی، دو رأی، 10 تا رأی گفت مثلا نمیپسندم، فکر کنه توته است. نه بابا، خبرو نیست، توته نیست. ما عشق سینما رو داریم، عشق شما پیشکسوتا رو داریم، با عشق شما پیشکسوتا وارد سینما شدیم و تبریک هم میگیم. اتفاقا فیلمشون هم خوب بود اینا، ولی واقعا حالا ان شاء الله این کار بعد ازشون یاد نمیگیریم. آره. ما کار خوب ازشون یاد گرفتیم وارد سینما شدیم. ان شاء الله که اینجوری نباشه، در کنار هم مهربانانه بتونیم آثار هم دیگر رو ببینیم. واقعا نگاه کنید، اجازه بدید، واقعا توقع داریم اتفاقی در مدیریت برها جشنواره افتاد، اتفاق در ما کار تهیه کننده و در کارگردانان بیفته. ما هم نگاهمون رو باز کنیم، ما هم اجازه بدیم چی میگن ظرفیت تعاملمون رو بیشتر کنیم، اجازه بدیم بازیگر جدید وارد عرصه بشه، اجازه بدیم کارگردانی جوان بیان عرصه بشن. امسال باز اتفاق خوبی بود که کارگردانی جوان فیلمی ساختن که خب تعارف نداریم، از بعضی از فیلم پیشکسوت‌ها بهتر بوده. بپذیریم واقعیت رو. خوبه، نکته خوبی رو اشاره کردید. سپاسگزار خانم، سپاسگزار و آقای علی مردانی. عرض کنم خدمتتون که اولا امسال جشنواره فجر به نظر من خیلی جشنواره بهتر و من چون شاید جز معدود کارگردان هستم که 5 دوره اخیر هر سال فیلم داشتم، امسال خیلی منظم‌تر بود. فیلم‌هایی که اعلام شد وفادار موند دفتر جشنواره، فیلم بیشتر اعلام نشد، نظم بهتری بود و من به نظر من وقتی چیزی خوبه باید گفت. به نظر من امسال جشنواره فجر مدیریتش خیلی بهتر عمل کرده. از یه طرف دیگه واقعا به نظر من فیلمسازهای جوونی که امسال دارن فیلم میسازن، بعضی سالهای 90-91 یک سری فیلمساز جوون وارد سینما ایران شدن که هی داشتن آزمون خطا میکردن و امسال فکر میکنم یه بلوغی تو همه این کارگردان ها به وجود اومده که به نظرم خیلی اتفاق خوبی هست. یعنی فیلم هاشون رو که میبینی مثل فیلم مثلا آقای امیر ثقفی الان توی هنر تجربه فیلم بسیار خوبی ساخته، من شنیدم فیلم مرگ ماهی روح الله حجازی، فیلم آقای کیایی. بله. و بچه های جوان فیلم آقای توکلی، حالا من ممکنه کسی یادم بره ولی همین رو با منتقدی الان بعد از شما میخوام در بحث کنم. واقعا این جوان ها فیلم های خوبی دارن میسازن و به نظر من این نیروی تازه‌ای که به جشنواره تزریق شده اتفاق خوبی است. من خواستم واقعا از آقای رضا تشکر کنم که این جوانگرایی رو
انجام دادن و بها دادن که جوان‌ها فیلم‌هاشون بیشتر دیده بشه. هومن سیدی هم یادم میاد. آره من منتقدم. آره منتظرم. تو یک سال نه، واقعا تو یک سال اتفاقات خیلی خوبی در سینما افتاد. و سینمای به حال آنالوگ رفت دیجیتال اومد. یه اتفاق دیگه هم واقعا من سال گذشته گفتم ان شاءالله این واسه شهر قوچان بیفته. هنوز شهر ما سینما نداره. خب از همینجا به شهر ایشون یه سالن سینما هدیه بکنن. خب سپاسگزار از مهمانان عزیز. رونمایی فیلم شما اگر بوده امروز رونمایی نداشتین برای فیلم بله. فرش قرمز رو به اصطلاح داشتین رونمایی بله. بله. اون رو اگر آماده هست پخش بکنید یا من با دوستان خداحافظی بکنم. خیلی ممنونم، واقعا خجالت میدیم منو خب ما این کار رو در حقیقت به طور مشترک با کویار پسرم کردیم. خیلی شاید به نظر نیاد، شاید حقیقتا میگم این رو صادقانه دارم بهتون میگم، شاید به نظر نیاد که چقدر کار سختی بود. ما از اومد دارم که فیلم رو پسندیده باشین. واقعا این کار، این نقش برای من بسیار بسیار نقش سختی بود. اگر که پذیرفتم شک نکنید که رفاقت صادقانه حاتف و نعمت و حضور آقای کلابی که واقعا به نظر من دیگه شعبده بازی میکنه، اصلا فیلم برداری نیست، و همینطور بازی کردن کنار بازیگره واقعا کمال طلب و زحمت کشی مثل خانم رشته صدور رفایی، پانتای عزیز با اون سابقه طولانیش در تئاتر، و باران که دیگه واقعا دیگه 20 جور پدر دختر با هم بازی کرده و هیچ وقت هم حرف منو گوش نمیده و همینطور و نه عهده دارش نیستم نه